سلام دوستای عزیز، به کانال ما خوش اومدین. امروز ما عازم شهر ارومیه هستیم. امیدوارم همراه من از این سفر لذت ببرید. با ما همراه باشید تا شهر ارومیه رو با هم بگردیم. ارومیه یکی از کلان شهرهای ایرانه و مرکز استان آذربایجان غربی هستش. این شهر دهمین شهر پرجمعیت ایرانه و در تابستون هوای نسبتاً گرمی داره و در زمستون هواش سرده. نقل مهمترین ثبات شهر ارومیه هستش. ارومیه به عنوان شهر دارای اولین بیمارستان به شیوه نوینه، اولین مدرسه به شیوه نوین، اولین شبکه تلویزیون محلی رو داره و اولین نشریه محلی در ایران هستش. مدتی هم در دوره پهلوی به رضایی تغییر نام داده است. اور در زبان آشوری به معنای شهره و میه به معنای آب. ارومیه در زبان آشوری به معنای شهر آب هستش. ارومیه یه شهر چند قومیتی با ادیان و مذاهب گوناگونه. اکثر مردم ارومیه رو آذری‌ها و نیز اقلیتی از کردا، مسیحیان آشوری و ارمنیا تشکیل میدن.
قفل نگهبونشم فکر کنم خواب. ما خیابون استاد برزگر اومدیم، بنای سه گنبد، ولی متاسفانه فعلا نیومدن. الان ساعت 8:30 است، گفتن ساعت 11 به بعد میان. اینجا بنای سه گنبد نام برجیه در جنوب شرقی شهر ارومیه. این بنا قبلا آرامگاه بوده و در سال 580 قمری ساخته شده است. بنای تاریخی سه گنبد از سکوی بلندی که به شکل استوانه و مدور ساخته شده. ایوان ورودی آجرکاری شده و در شمال شرقی بنا واقع شده است. همونطور که مشاهده میکنین در مدخل بنا سه کتیبه به خط کوفیه که اونو از سنگ تراشیدن و در پایان کتیبه هم محرم سال 580 هجری خونده میشه. ساختمان فعلی گنبد دو طبقه است و همونجور که مشاهده میکنین در چهار سمت اونم دریچه هایی وجود داره. اینجا طبقه اوله که به نام سرداب مشهوره و دارای پوششی قوس‌دار هستش. اینجا هم طبقه دوم بنا هست که اتاق مقبره بهش میگن، دارای دریه به ارتفاع 2.50 متر. سه گنبد یادگاری از دوره سلجوقیانه که همه ساله به عنوان یکی از جاهای دیدنی استان آذربایجان مورد بازدید گردشگران قرار میگیره.
سه گنبد در زمینی ساخته شده که اطرافش رو قبور زیادی اشغال کردند و احتمالاً زمین مزبور صحن اون بوده است که عده‌ای رو پس از مرگ به لحاظ قداست محل در اونجا دفن کردند. در این صورت قبوری که در صحن مزبور وجود داره مربوط به طبقه ممتاز روحانیون، سرداران، تجار و اشراف بوده است.
اینجا تو مسیرم ماشینمون خراب شد و مجبور شدیم به مکانیکی بریم. همون قطعه ای هستش که خراب شده بود که مجبور شدیم دوباره بگیریم.